اصلا آرزو دلیل بر استعداده. وقتی آدم آرزو میکنه که ای کاش من چنین چنان بشم، بدونی که حتما میتونه بشه، ولی این آرزو نمیکرد. هیچ برهی که به دنیا میاد آرزو میکنه که رئیس دانشگاه هاروارد بشه مثلا، اون بخاطرش خطور نمیکنه. هر کی در دلش هر آرزویی هست برآورده میشه، شک نکنید. ولی اینکه اصلا آرزو سند حقانیت ما، مولانا میگه این طلب در تو گروگان خداست، زان که هر طالب به مطلوبی سزاست. این عمامه نداره. یکی از دوستان واسم نوشته که در تلویزیون امثال اینا همیشه برنامه دارن، همیشه حرف میزنن، همیشه صحبت میکنن، همیشه بحث دارن، و میگفت این خلاف بحث توه. حرفی که میزنه در ستایش آرزوه، میگه آرزو داشته باشید. خب آرزو اسم دیگر انتظاره، انتظار برای مهدی. این باید این حرف رو بزنه. آرزو داشتن یعنی عکس نکردن، یعنی منتظر بودن، یعنی یه اتفاقی برات میفته، یعنی خدا برات انجام میده. اساسا تمام وعدهایی که اینا میدن، ما جهنم و بهشت، اینا همشون پشتش یک آرزوه. شما آرزو دارید که جهنم نرید، پس عاشق بینید که برید بهشت. اینم خونه ای من دیگه، دست بردار نیست، تعمیراتش هم تمام نمیشه تا من حرف زدیم، بالاخره از این هم صداشون در میاد. به هر صورت جهنم از جایی شروع میشه که اولین آرزو شکل میگیره، و در واقع وقتی توی بهشتی که آرزویی نداشته باشی، آرزو اساسا ضد تغییره، در حالی که اگه خودتو تغییر بدی جهان شروع میکنه به تغییر کردن و بدل میشه به بهشت دلخواه و آرزویی که داری درش زندگی میکنی. یعنی شما هر چی که بخوای فقط کافیه که خودتو در اون سمت قرار میدی، این چیز آرزو نیست. خودتو که تغییر میدی دست میبری در جهان و جهان تغییر میکنه و اون استعدادی رو پیدا میکنه که قرار آرزو شکل بگیره. آرزو نیست این، تو میخوای انجام بدی و انجام میشه، چون در اون سمت قرار میگیری. در واقع با عکته که خواسته ای تو اتفاق میفته، نه با آرزو. ما لخت به دنیا میاییم و لخت هم میریم به هیچ تعلقی، اما همون کسی که لخت به دنیا میاد مدام میخواد یه چیزی بخره، خونه بخره، ماشین بخره، حتی مثلا همه چیز رو میخواد مالکیت خودش در بیاره. پرودون میگه مالکیت دزدیه، من ولی میگم مالکیت اتلاف زندگیه. خیلی ها میخوان فلان و بهمان رو بخرن، حتی میگن کاش این زن مال من بود، کاش این مرد مال من بود. اساسا مشکل ما در مالکیته، نه در خود زندگی. هرچی بیشتر مالک باشی، بیشتر در ترس از دست دادن اون به سر میبری، و این فقط در تو تنش و استرس ایجاد میکنه. یه زندگی رو صرف میکنی تا مالک بشی، تا آرزوی مالکیتت برآورده بشه، در صورتی که همه چی باید فدای زندگی بشه، چون تو تنها چیزی که داری زندگیه. تو یک شانس به تو دادن، متولد میشی و در یک پریودی بعد از اون تولد میمیری. تنها چیزی که مال توه این پریود زمانیه، فاصله بین تولد و مرگ. لخت میای و لخت میری، این وسط باید چیکار بکنی؟ تو شانسی نداری که شاد باشی، به شادی رو نباید از تو بگیرن. در واقع تو باید مقاومت بکنی در برابر هر کسی که میخواد اشک تو دل بیاره. اسلام، ملا، آخوند، مدام، عرب، از وقتی که پاشو تو ایران گذاشته خواسته تو گریه بکنی، خواسته تو عشق بریزی، و این وحشتناکه. عبدالحسین زرینکوب میگه میرخصیدیم پیش از یورش اعراب، باران که میامد میرخصیدیم، باد که میوزید به خرمنگاه میریختیم و میرخصیدیم، تابستان که میشد جشن میگرفتیم و میرخصیدیم، زمستان که میشد جشن میگرفتیم و میرخصیدیم، زمین های کشاورزی را درو میکردیم و میرخصیدیم، زمین ها را میکاشتیم و میرخصیدیم، میخواستیم دفع بلا کنیم جشن میگرفتیم، ماه آغاز میشد میرخصیدیم، ماه به پایان میرسید میرخصیدیم. خلاصه این که جشن بود و رقص بود و زندگی بود و خنده بود و شادی.
تیرگان بود و مهرگان بود و آبادگان، آذرگان بود و بهمنگان بود و اسفندگان، و فروردگان بود و اردیبهشتگان بود و خردادگان، سده بود و سوری و سروش. فقط در سال یک بار گریه می کردیم، آن هم برای چیرگی کینه و سنگدلی بر پاکی و سوگ سیاووش. مردگانمان را هم با سوگنامه سیاووش که نماد وفاداری بود به خاک می سپردیم، تا اینکه شمشیر وحشت عرب از راه رسید، شادی رخت بربست و ماتم و کینه و بغض و دروغ آغاز شد. میگه ما فقط یک بار گریه میکردیم، اونم وقت کینه، وقت سنگدلی. میگه ما وقتی که میخواستیم مردمونو به خاک بسپاریم، سوگنامه سیاووش رو میخوندیم. و چی جانشین سوگنامه سیاووش شده؟ همین عاشورانامه و امام حسین و فلان. میمیره هی میگین امام حسین، امام حسین، یعنی سیاووش بدل به امام حسین میشه. ما فقط وقتی این از دست دادن بود که گریه میکردیم. بقیه زندگی شاد بود، هر ماه یک روز برای شادی داشتیم. جامعه شاد که آرزو نمیخواد، جامعه که شعف داشته باشه تفکر داره، و تفکر مایتاج تو رو میسازه، تولید میکنه، تو رو به اون سم میبره. جامعه ای دنبال آرزو که فکر نکنه، که تفکر نداشته باشه، که منتظر باشه یکی دیگه بیاد کارش بکنه، که منتظر باشه مهدی موعود بیاد، که منتظر باشه امریکا بیاد براش بجنگه، که منتظر باشه. واسه همینه که تشیع وحشتناکه، واسه همینه که فرهنگ انتظار فرهنگ کثیفیه، واسه همینه که امثال این یارو، امثال این کچله الان هر دوره میزنه، منم کچلم، همه اینا بسیج شدن که مردم رو در انتظار نگه دارن. انتظار بیس آف تایمه، یعنی اتلاف تایمه. شما هر لحظه ای که منتظر میشید چیزی داره از شما کاسته میشه. شما باید در اون زمانی که منتظرید باید شعف داشته باشید، شادی داشته باشید. دارن شما رو گول میزنن، امثال این مردی که دارن شما رو مدام فریب میدن. اینم ملاست، ملا فقط که نباید عمامه داشته باشه. همه اینا فریبکارن. میگن آرزو داشته باش، محقق میشه. تا وقتی آرزوی چیزی رو داری، یعنی استعداد تحقق اون چیز رو داری. این یعنی چی؟ نمیگه عمل کن، میگه اگه طلب داری. مولوی از طلب حرف میزنه، از خواست حرف میزنه. خواست یعنی ایده. وقتی تو ایده ای داری، عمل میکنی، اکت میکنی که اون متحقق بشه. ولی وقتی آرزویی داری، آرزو یعنی دعا، آرزو یعنی ویش. آرزو، کسی که آرزو داره یعنی راضی نیست، و کسی که راضی نباشه شاد نخواهد بود، گریه میکنه، افسوس میکنه. ما لخت میاییم، لخت هم میریم. موردی از طلب و مطلوب حرف میزنه، و طلب و مطلوب این همانه، با هم اتفاق بیفته، مثل دال و مدلول. تا دالی نباشه ما حرف از مدلول نمیزنیم. اینها میتونه همزمانی اتفاق بیفتن در آنی، اما وقتی شما از آرزو حرف میزنی، از معاد حرف میزنی، از داری از وحشت حرف میزنی، وحشت نداشتن. و اینه که فقر تو بزرگ میکنه. تمام عمرت صرف این میشه که چرا پدرم فقیر بود، و ملامتیه میگه مسئول خودتی نه پدرت. ملامتیه میگه خودت اگه آغاز بکنی، اگه خودت یک حرکت نشون بدی، یک لحظه فکر بکنی، از مغزت کار بکشی، دیگه هرگز نمیگی که مسئول بدبختی من پدرم بود. و اسلام اینو نمیخواد. در واقع ملامتیه اکتی علیه اسلام، علیه این چیزایی که اینا میگن. یعنی چه انت منتظر باش؟ منتظر باش فقط بهت میگن که فقط میخوان راضی نگه دارن، جیبتو میزنن مال باخته ها، به تجاوز میکنن، همه جور بلا سرت میارن. ولی هیچ کاری نکن، مبادا صداد در بیاره، انتقام تو امام مهدی میگیره، انتقام تو امام مهدی میاد، پدر این آدر میاره، و تو منتظر میمونی، حیثت بلا میارن، تو میگی منتظر میمونی، میگی انقلاب اتفاق نمیفته که اصلا. واسه همینه که امثال رضا پهلوی، امثال بنی‌صدر، امثال اون یارو دنغوز که توی کانادا هست، میگه من سیاسی نیستم، ولی مدام میگه به مردم، میگه هیچ کاری نکنید، هیچ غلطی نکنید. اینم همون فرهنگ آرزوه. این مدام همه اینها به شما میگن کاری نکنید. اینها آدمهایی برای کاری کردن نیستن. مدام میگن هیچ کاری نکنید، مبادا خشونت بکنید، مبادا به ملا بگید بالای چشات ابرو، مبادا نفس بکشید.
همه چی درست میشه. این فرهنگ آرزوه، واسه همینه که ارتجاع کسافته، ارتجاع زندگی نکردنه، انتجاع waste of time، یعنی از دست دادن این زمان. الان وقتیه برای شادی، وقتیه برای حال کردن، وقتیه برای صفا. برو حالتو بکن. آرزو چیه؟ بهشت همینجاست. میگه نماز بخون، روزه بگیر، فلان کن، مطیع من باش، خمس منو بده، باید خودت جر بدی، هرچی داری یک پنجمشو بدی به ملا، به خاطر اینکه فقط ملاست. از تو باش میگیره، میگه اگه یک خمس من بدی، اگه زکاتو بدی، اگه فلان تو بدی، اگه هستی تو بدی، اگه زن تو بدی، اگه ناموس تو بدی، همه این کار رو اگه بکنی میری بهشت. بهشت کجاست؟ میگی میری بهشت، یک کمر باریک میاد با شراب شیراز در دست. خب لامصب، ایران پر از کمر باریکه، همه جا پر از شرابه، بهشت پس اینجاست. دارین دروغ میگید، دارین غلط میکنید، شما یه مش ابلهید، کلا بردارا. به این کچله یکی از اوناست. اینا به جان شما افتادن، به جان فرهنگ شما افتادن. از همین لحظه شادی کنید. مبارزه ما مبارزه شاده. ما عیاشیم، ما انقلابی نیستیم، ما شادیم. عیاشی بدون جنسیت، زن عیاش، مرد عیاش، انسان عیاش. شعار ما اینه، عیاشیه. آلبر کامو میگه که قهرمانان عصر جدید عیاش ها هستن. ما زندگی میکنیم، در واقع ما زندگی رو نمیکنیم، ما سعی میکنیم که زندگی رو اداره بکنیم. و اداره کردن زندگیه که در واقع کردن زندگیه. ما نمیذاریم، ما زندگی نمیکنیم، ما زندگی رو میکنیم. و این یک رویه دیگه است. در واقع باید زنده بود، باید شاد بود، باید شعف داشت، باید صدا داشت. و رئیس نمیذاره که صدا داشته باشی. رئیس قانون رو. ما چرا ضد رئیسیم؟ چرا ضد رهبریم؟ چرا ضد شاهیم؟ به خاطر اینکه اینها یه قانونی تولید میکنن تا ما به اون قانون عمل بکنیم. و اون قانون راهیه که همه چیز رو به سمت خونه خودشون میبره. الان به مجموعه قوانین نگاه بکنید. اختلاس، میلیاردها میدزدن، میرن توی کانادا. کانادا میگه ما یک کشور آزادی هستیم، کشوری هستیم که عدالت داریم. کانادا میدونه اینا دزدن، کانادا میدونن که اینها مال مردم محروم و بدبخت یک کشوری رو دزدیدن، بردن تو کشور خودشون. کانادا جلوشون نمیگیره، چون کانادا سرمایه داریه، کانادا هم رئیس داره، کانادا تو اصلا بهشتیه که هرچی پول، فقط مهمه که شما اونجا پول ببرید، مهم نیست که پول دزدی باشه، آغشته به خون انسان باشه. کانادا کاری به این چیزا نداره، امریکا کاری به این چیزا نداره. واسه همینه که وقتی میخواین امضا جمع بکنین واسه یه پسران یا بچه های مثلا رجال ایرانی که از امریکا خارج بکنن، من تو این امضا شرکت نمی کنم، من تبلیغش نمی کنم، چون یک سیستم کاپیتالیستی زیر بار این تر نمیره. یک سیستم کاپیتالیستی سرمایه‌داری تا جایی با شما همراه خواهد بود که به نفع منافع خودش باشه. این الاغزاده آغازاده چی میگید؟ آغازاده همینجوری که امریکا نمیبره، دلار میبره، پول میبره، در جا میره اونجا 5 میلیون دلار میده یه آپارتمان میخره. تمام این آقازادهایی که در کانادا هستن، همین دختران و پسران رفسنجانی، گاو و گوسفند، همشون، هر کدوم که در کانادا هستن اونجا کارخونه زدن، پول دارن خرج میکنن. باز دولت کانادا مهم نیست که اینا این پول از کجا آوردن، مهمه که اونجا دارن تولید بیزینس میکنن، اونجا دارن تولید اقتصاد رو باربر میکنن. این واسهشون اهمیت داره. ایران که نیست که اگه غربی بیاد اونجا یا مثلا یه ایرانی برگرده به کشورش تولید کار بکنه اینقدر بهش گیر میدن، میگن چرا با فلان دختری، دختر صادر میکنن به امارات، امارات پر دختر ایرانیه، بعد به یه کسی که از خارج اومد این حالا این دوست دختری داره به اون گیر میدن، همونو بهانه میکنن که تلکش بکنن، اینقدر اذیتش میکنن که اصلا فرار میکنه، پولش رو برمیداره از ایران میره. و همه اینها دلیلشون چیه؟ دلیلشون یک رفتار ضد ایرانیه. زرین کوب میگه شادی کن، ما نفس ایرانی یعنی شاد. ما فقط یک بار سرسوم سیاوشو میخوندیم که بدل شده به این عاشورایی و فلان اینا، بدل به حسین صحرای کربلا شده، ولی الان تمام زندگی ما شده سوگ کربلا و فاطمیه و جعفرقلی و هرچه مادر جنده عرب، فرقی نمیکنه.
هرچه مادر جنده، هرچه دیوس توی تاریخ عرب وجود داشت بدل کردن به امامان، هر کدوم یه امام شدن که عشق مردم رو در بیارن. و اینا خوب میدونن مردمی که شاد نباشن، مردمی که اندوهگین باشن، مردمی که غم داشته باشن نمیتونن فکر بکنن. فقط شما میتونید به مردم در حال گریه تجاوز بکنید. مردمی که شاد باشن شادی بیشتری میخوان، چون شادی لذیذه، فکر میکنن که شادی بیشتری داشته باشن، مثل مردم انگلیس، مثل مردم امریکا. بیا شادیشون رو دزدی کن، باعث عذابشون شو، پدرتو در میارن. اینا شادی بیشتر میخوان، زندگی بهتر میخوان، رفاه بیشتر میخوان. ولی ما ایرانی ها مدام داریم به سمت گریه میریم.